دستگاه موتر زیریهی MRP. اینا پس 70 تا اینا داره. سلام بچه ها، چطوری بچه ها؟ خوش آمدید به یک سری دیگه از ویدیو و ادامه چی؟ ادامه یا چی نگیم، بگیم که خرابکاری آمریکا. بچه ها میخواد درست کنم افغانستان موقعی که داشت چنج میشد حکومتش و آمریکا داشت میپیچید به بازی، شروع کردن کرم ریختن به وسایل نظامی که تو افغانستان داشت باقی می و اون محیط من نمیدونم در قبال اون وسایل نظامی آیا اون زمان افغانستان پولی هزینه کرده بود یا نه، یعنی آمریکا از روی فشار رد زده بود اون تیارا اون چیزا رو خراب کرده بود خب، یا اینکه نه 7000 میلیارد دلار چقدر وسیله گذاشت رفت. آره بریم با هم ببینیم، یا اینکه وسیله خودش بود نمیدونم. آره بریم که ببینیم که داستان چیه و الان تو چه وضعیتی و این داستانا. از کانال AF جورنال لینکش داخل دیسکریپشن هست، بریم ببینیم که بریم ببینیم. آقا منم اصلا بعضی چیزا خیلی محدوده، نمیگن که آدم کامل متوجه بشه ببینه آقا آمریکا اصلا سر چی شد اینو تحویل داد رفت. من هنوز من نمیفهمم مبهمه. آمریکا مثلا قدرت اول خودش میگه، البته خیلی ضعیف تر از قدیماش شده، ولی تو که قدرت اولی چجوری نتونستی بعد تحویل دادی راحت رفتی؟ خیلی از سیاست ها یا یه چیزی اومده بود از اونجا میکن اورا چیز میکرد اون لیتیوم میتیوم رو میخواست بکنه ببره. حتی این موضوع سر انقلاب ایران هم هستش، آمریکایی که همش همه کاره بود تو ایران، این همه ناتو خرید شاه ایرانو اصلا آدم حساب نمیکرد، چجوری انقدر راحت گذاشتی که چنج بشه حکومتش؟ آره. بعد نمیذاشتی دیگه، اون موقع انگلیس دست داشت دیگه، انگلیس سرکرده اینا بود نمیدونم. چون از انگلیس شروع شد دیگه از کاری این انقلاب. نمیدونم بریم سراغ میدی افغانستان رو ترک کند با تجهیزات نظامی و پایگاه چنج ولش دادونو چه کرد دوکو شیشه رو میشکنن. آره داداش چون شیشه رو نمیشه تولید کرد، بدیم شیشه رو بشکنیم بریم. بابا شیشه خونه رو میندازیم رو سوار میشه. آره دیگه. سلام وقتتون بخیر. تشکر که بیننده گزارش درون میکنم. ما هستید. در این گزارش نگاهی کردیم به چگونگی تخریب تجهیزات و هواپیماهای نظامی. ولی ایسیو میسیو این داستانشو بردارن ببرن خب میتونه دیگه. آمریکایی ها. یه سوال دارم، این ماشین نظامی ها اوتوماتن؟ 100% دیگه تو اون موقع دنده عوض کنید دیگه، یارو اونو ول میکنه از پا رو میزه رو گاز میبنده به گلوله دیگه. آخه اینا بگم یه جا میخوای فرار بکنی معکوس سریع شاید دنده اتومات میذاره تو دنده دستش هم هست دیگه، یه جا اتومات میذاره یه جا دستی. اوتومات توسط وزارت دفاع افغانستان ترمیم و قابل استفاده شده است. روسن اینا یا آمریکا نمیدونم دماغش میگیرن بود. گاه و نظریات داشتین کانتینری ها رو در کامنت برای ما و تیران همه تیاره ها رو زده شیشه ها شکنده بینه ها یه چیزا آجی چقدر سرمایه عقل آمریکا عقل آمریکا هم میمونم یه چیزایی خراب کرده الکی اینجا یه بالون آمریکا. رئیس ستاد فرماندهی مرکز ارتش آمریکا اعلان کرده است که نظامیان این کشور پیش از خروج از کابل 73 فروند هواپیما و چرخبال نیروهای افغانستان را تخریب کردن. میدونست که از میخواییم افغانستان خیلی قدیم تر بریم انگلیس کلن دست داشت اونجا اولش نه دیگه اولش اون 11 سپتامبر 2011 بود ده بود اون موقع آمریکا اومد دیگه نه قدیم ترش اومد خیلی قدیم تر که بوده زمانی که هندوستان رو در دست داشت هندوستان و پاکستان و افغانستان اصلا این سه تا کشور کلا تو الان پاکستان داداشی همون اول انگلیس بعد آمریکا. من نمیدونم پاکستان رو نمیدونم واقعا یکی از سیاستایی که درکش نمیکنم اصلا معلوم نمیکنه. آره یکی هند یکی پاکستان نمیفهمم. پاکستان باز یه ذره مشخصه خب. هند بچا ایران و اینا که من دیدی بودی اون فیلم رو هند یه بار میاد اسرائیل رو اوکی میده بهش، یه بار میاد اینور میگه که من باهاتونم، دوباره میره اصلا من چی کار میکنه حزب باد دیگه حزب باد بازی در میاره. نمیدونم باب داش بگو کدوم وری دیگه یا ببین منفعت دنبال منفعتشه نه دنبال منفعتم اسمش دنبال چیه این عجیبه قاتل بروسلی جنرال کن مکنزی رئیس ستاد فرماندهی مرکز ارتش آمریکا در یک نشست خبری خود اعلام کرده بود که نظامیان این کشور تجهیزات را که با خود از افغانستان بیاورن پیش از خروج از کابل به گونه کامل تخریب کردند. ایسیوهاشون رو بردارن نمیتونن که بیانی بکنن. این تجهیزات شامل 70 دستگاه موتر زیریهی MRP 20 اینا پس 70 تا اینا دارن اینا برای غیر از هامر و مامر اینا آمریکا داره دستگاه موتر زیریهی هاموی و 73 چند تا هامر وایس 70000 تا موتر زیریهی هاموی و 73 فروند چرخبال و هواپیما میباشد.
کم بود حاجی، همیشه ولی دستشون اسلحه هستن. آمریکا تصریح کرد که دیگو. این موترها و هواپیماهای تخریب شده. آجی اینا پلاک ندارن. آمریکا تصریح زده ریدی چی چی کوئد. افکام اسکواد نوشته بچا. میشه آمادگی گروه معنیش. نمیدونم حالا. با اینا میرفتن جنگ. سم تعلیقا رو میگو. دیگر ببین چی ساخته لام هسته اینا مالای چند ساله میشه آقا الان ببین چی ساخته چراغ شبی چرا 206ه در بیانیه نیست کرد که بیش از 13,000 قطعه تجهیزات نظامی برای انهدام به آژانس دفاعی لوجستیکی سپرده شده بود. بچه من شرکت یه جا کار میکردم در اینا باز شد این ما میگیم کشکک یه چیز هست سر زانو افتاد 50 روز بچه من دو چیز زده بودم خونه خواب بودم تازه یه حرف سر کار بودم آره حالا وا میشه حالا دیگه اون جلوشو میبینی اونا اون جلوش اینجا رو بچه‌ها نگاه کن این وا میشه اینجوری وا میشه یا اینجوری وا میشه یه لحظه بچه‌ها برگردوندم افتاد رو پام دیگه تمام اون تجهیزات به گونه کامل تخریب و غیر استفاده گردیدن لاستیکو اینا رو خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از گریلیاشو مسئول تیم تخریب ساختمان خوش اینا رو چجوری آورد اینجا با اون کامی یه دونه چیز بزرگ هواپیمای بزرگ داشتن با همونم رفتن با اونو اون میتونی چه حجمی میتونه انتقال بده اون هواپیماه حاجی این پشکا بدنسازی تا جایی که میتونستن نوار و اینا رو قطعا خودشون بردن مگر مثلا 70 تا کلا تیاره بیشتر نذاشتن بمونه 70 تا دونه همه رو بچا اونجا از اونها نزدیک 4 تا اونجا بود تو همه رو پر کردن دیگه بعد هم حساب بکنیم الان هر یه دونه تیاره فکر نمی کنم زیر 300,000 دلار قیمتش باشه هر یه دونه بیشتر میشه با تیارهایی که نیمار داره خوبه دیگه نه تیاری که نیمار داره اینا کوچولوها رو اونو خریده بود 300,000 دلار خب دارم در مورد چیزی که قدیمی شده دارم میگم آره دیگه باشگاه بدنسازیشون هم از بچه‌ها آمریکا گزارش داده بود که نیروهای وزنا رو میزنه خراب می‌کردن دیگه آره. مشغول به تخریب وسایل و پایگاه‌های نظامی این کشور در افغانستان بودن چی سی تی اسکنه و تمامی تجهیزات و ساختمان‌هایی که ساخته بودن به گونه کلی نابود و یا هم غیر قابل استفاده کردن حاجه قشنگ یعنی یک نظامی چیزای نظامی دستشون آمریکا با این بروبیا و من اینم و من این همه ابرقدرت جنس ابرقدرت ول کرده رفته و یعنی این همه چون خب طالبان جوری حمله نمیکنه مثلا پدافند پاتریوت مثلا آمریکا کار بکنه فعال بشه چون هوایی حمله نمیکنه که زمینی خارمادرش رو یکی میکردن آره آمریکا ببین آمریکا رو به یه غلط کردن یه چیزی هست که بچه حالا من نمیدونم خودم نمیگم که طالبان خوبه یا بده خب ولی یه چیزی رو میدونم که چون یک طرز فکر اسلامی دارن نمیترسن و همین چیزی که ما ایرانی الان دارن بچه ها شوخی میکنن مثلا مسخره‌بازی در میارن با داستان ایران و اسرائیل و فلسطین و اینا شوخی میکنن خب به جای اینکه بعد اسرائیلی ها اونور دارن در میرن میترسن میخوام بگم این وسط ماها چون حالا مسلمونیم و کلا اصلا به یه ورمون یه ورم حساب بعد نمیترسیم داداش اصلا جنگ چی میریم میدونی چی میگم یارو میگه جنگ شه آره خب اونا رو نگاه میکنم به خاطر همینم 50 سال از جنگ گذشته دلمون تنگ شده میگه به خاطر همینم میگم که مثلا الان به خاطر این آمریکایی‌ها بزدل بودن زمینی میدیدن جمع میکردن اینا آره. استاد نامردی زدن الان اسرائیل اون چرا در میره اون یارو زمینی میاد هوایی که میاد کم میاره اون روبروی حماسه ولی زمینی که میاد اسرائیل عقب گرد میزنه میکشه عقب چون نمیتونه جمع کنه بزدلن سری میکشن عقب اینا میگن تش میریم شهید میشیم جهاد فلان از این حرفا از این لفظا میان خب تش میگن اینه دیگه آره براش مهم نیست و یه جورم بی‌حس هم شدن بخصوص خود مثلا مردم فلسطین بخاطر نمینه میگم یکی از دلایل پیروزی که میتونه واسه من منطقی باشه طالبان جلوی آمریکا هم یه دونه است آره قطعا شما بگید دکتر کامنت غیر از اینه آمریکا برای تخریب تاسیسات و لپتاپ و مانیتور داده من خارج اطلاعات میاد ساخته بود همواره مورد حالا مانیتور هم خراب نمیکرد اون چه حسابات حاجی بیمارستانی درست کرده بودن چقدر تجهیزات گذاشتن رفتن حتما بیمارستان صحرایی چیزی بوده آره خب مریض میشده میآوردن اونجا دیگه یا زخمی میشد بیش از ترک افغانستان تمامی آنها را از بین برد این سی تی اسکن برای چی دی از بین بردی آخو امریکایی ها در اون کوچولو رو دیدی اونا 300,000 تا هیچ چیز با ارزش را برای این کشور باقی نه پنجراش پلاستیکیه دیدی آره دیگه همشون همونه خب اینا انعطاف پذیر جلوی باد هی بالا پانچو فشار میره بالاتر بیشتره دیگه اعتماد شیشه بهش آره ترک برمی‌داره ولی اینا هی عقب جلو میرن انعطاف پذیر آره دیگه نگذاشتن
ولی از اونا نیست که اینا مثلا سخت دیگه، مثل اون سرعتگیراست. خروج آمریکا از افغانستان، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و نقل از مقامات این کشور نوشته است که نیروهای آمریکایی در یک انفجار کنترل شده آخرین پایگاه آژانس اطلاعاتی مرکز آمریکا یا سیا در افغانستان موسوم به عقاب واقع در نزدیک فرودگاه کابل را منهدم کردند. دیگه یارو بیز اونو گره اینقدر اطلاعات مهمی داشته بعد بالاخره تو کابل هم زده بوده، منهدمش کردن، منفجرش کردن، فقط جمع شه بره، هیچی پودر بمونه دستش نرسه دیگه، یه جور ساقط میشم. چی داشتن؟ اطلاعات مهم منطقه. اطلاعات مهم منطقه، اطلاعات مهم منطقه میتونست باشه، میتونه چیزایی بوده که آمریکا میچاپیده، نمیخواسته بیفته دست طالبان که با اونا علیه خود آمریکا استفاده کنه، بگه آقا مردم جهان یا مردم فلان ببینید که اینا اونجوری داشتن اینجا افغانستان مثلا نرو میکردن. خیلی چیزا، هر چیزی میکرد. ولی بچه‌ها که میگن نقطه... تو چرا باید سیو خراب بسازی؟ تو چه چیز نظامی هستی؟ من خیلی بردم. ویتیون بردن دیگه. من نمیدونم این اصلا سیاستی بوده، فروشی گذاشته بودن مثلا اشرف غنی و اینا یا نه، یا همینجوری میدادن. یارو مثلا شاید اون برای جهان فروش ویتیون گذاشته بود، بابا من خدمات پس از فروش دارم دیگه، میام از اینجا بردارم میفروشم. اصلا موت پس از فروش. آره دیگه. خدا دمت گرم باشه که تماشا کردی. حتما نظرتون رو بگیم بچه، اگه کسی تعداد اون موقع بودیم تو این محدوده ها بگیم بگیم ما واقعا این آمریکا واسه چی اونجا بود. بعد مثلا تو خیابون رد میشدی این آمریکایی ها میدیدی؟ آره دیدی. آره بچه اسم ناامنی میده. به نظرتون آمریکایی تو خیابون بوده اسم ناامنی میداد یا مثلا نیروی طالبان با تفنگ تو خیابون وایساده؟ آره اینو بگیم که آقا نظرشون بیشتر آدمو میترسونه. بگید بچه‌ها دمتون گرم، لایک و سابسکرایب و زنگولیستا بعد تا دیگه.